خب نوشین خانی اینجاست تا به ما از واکنش ها به ادامه حبس برادرای افکاری در زندان انفرادی بگه، موضوعی که کاربرای رسانه های اجتماعی بهش پرداختن. نوشین پویا، همونطور که تو هم اشاره کردی از هفته های پیش گزارش هایی بود مبنی بر اینکه برادران افغانی تقریبا 8 ماهه که در سلول انفرادی به سر می‌برن. نگرانی نسبت به وضعیت برادران افغانی در شبکه های اجتماعی بسیار زیاده و گفته میشه که از طرف حکومت ایران تهدید به مرگ شدن. به همین دلیل کاربرها در شبکه های اجتماعی دیشب یک کارزار توییتری به راه انداختن، یک هشتگی رو درست کردن به اسم سیف افکاری برادرز و دارن اعتراض میکنن به نگهداری اونها در انفرادی و فشاری که به اونها وارده و از جمهوری اسلامی میخوان که هرچه سریعتر این رفتار رو متوقف کنه. بریم یک بخشی از این واکنش ها رو با هم ببینیم. بیش از 246 روزه که برادران افکاری در سلول انفرادی نگهداری میشن. دیشب گروه بزرگی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ سیف افکاری برادرز به تهدید، شکنجه و نگهداری آنها در انفرادی اعتراض کردند. سعید افکاری نوشته: برادرانم وحید و حبیب افکاری پس از ضرب و شتم به مدت 21 روز شبانه روز با دستبند و پابند در انفرادی های زیرزمین عادل‌آباد حبس بودند. امروز 246 امین روز انفرادی اونهاست و در تمام این 8 ماه محروم از درمان و تماس هستند. مهدی حاجتی فعال سیاسی میگه: قریب به 1 هفته در سلولی به نام عبرت بودم که برادران افکاری در اون نگهداری میشن. سلولی به شدت کثیف و بی هیچ روزنه‌ای، حتی ظرف غذا رو هم در همون توالت باید شست. سلولی که برای بیتابی‌های اعدامیان قبل از اعدام ساخته شده و در آخر نوشته: به شرایط غیر انسانی برادرانم پایان بدید. گروهی از کاربرها معتقدند که دلیل نگهداری برادران افکاری در انفرادی و فشار و شکنجه ترس حکومت ایران از اوناست. سام رجبی عضو سابق تیم ملی جودو نوشته: جمهوری اسلامی از نام خانوادگی افکاری میترسه. از نوید، حبیب، وحید، سعید، من و تو میترسه. دیکتاتورها از قامت رشید نوید افکاری ها میترسن. ترسی که منجر به سقوط میشه. فهانیه خواهر حامد قره‌اغلانی زندانی محبوس در زندان ارومیه هم نوشته: این حکومت ثابت کرده هر چقدر ظلم و آزار و اذیت به یک متهم بیشتر باشه، همونقدر متهم بیگناهه و ترس حکومت از او بیشتره. برادران افکاری نماد ترس حاکمان از حقیقت آزادگی و ظلم ستیزی هستند. کاربران در نوشته هاشون بارها به این نکته اشاره کردند که جان برادران افکاری در خطره و از حکومت ایران میخوان که هرچه زودتر اونا رو آزاد کنه. یکی از کاربرها که فعال حقوق زنانه نوشته: جان برادران افکاری در خطره. قریب به 8 ماهه که در انفرادی به سر میبرن و خبرها حاکی از اینه که وحید و حبیب از سوی سیستم قضایی با این تهدید که مرگ و زندگیشون دست حکومته تحت فشارن تا به اون چه حاکمیت میخواد اقرار کنن. و یک کاربر دیگه هم میگه: اینکه آنچنان درداشنا باشیم که خانواده داغدار و دادخواه نوید رو پشتیبانی کنیم، از زنده یاد نوید، برادرانش، مادر گرانقدرشون و ما، مجموعه‌ای میسازه که در ایران آزاد، عدالت گسترانه، محافظ احقاق حقوق هر ایرانی میشیم. او در انتها میگه: جان دو برادر در خطره و میلیونی دادخواهیم. و در نهایت کاربری نوشته: برادران افکاری مظلوم نیستن، اونا آزادی خواهن، نه مظلوم. نوید افکاری تختی زمان و پهلوان ماست. برادران نوید امتداد دلاوری و ایستادگی برادرند. روایت این ایستادگی رو بر روی دیوارهای حقیقی و مجازی تکرار کنیم تا این نسل جانهای شیفته زمانش رو بشناسه. بریم سراغ ویدیوهایی که شما برای ما میفرستین. با هم روایت یک دستفروش در مترو تهران رو ببینیم. زمان زندگی من اولش حقیقت خلاف میکرد. کار مواد مخدر بودم، تقریبا 8 سال رفتم زندان. دیگه برگشتن این توبه کردم، یعنی همه چیزم رو مصادره کردم. این کار سختیه، من با اون درآمد بیاری این درآمد رو تجربه کنی واقعا کار سخت. خواسته بیاری خواسته دنسو دیم بخور و نمیر، یعنی لندیم، همیشه لندیم. آدم هر 2 سال پیش میتونیم هفته یه بار مرغ بخوریم، الان ماهی یه بار هم نمیتونیم مرغ بخوریم. خیلی بازی هست. 4-5 روز کاسبی بخوریم، میتونیم یه لنگه بار. برنج از هندی ها هست. 20-30 تومن خوریم. میتونیم یه دونه از اون بخوریم. 2 تا بچه دارم.
یه پسر دارم، یه دختر دارم، دخترم معلوله، کلی خرج داره، دعوا همه با خدا بهندسی هم سرسلام کردیم، یک میلیارد همین بهندسی هم من شما نه. ویدیوی بعدی هم روایت یک شهروند از گرانی و قیمت یک بطری آب آشامیدنیه. این شهروند میگه قیمت یک بطری آب از بنزین گرون‌تره. با هم ببینیم. با سلام و احترام، امروز 18/2/1400 یه دونه آب خریدم، قیمتش هم 3000 تومان استش و از خود بنزین هم گرون‌تره. ربع لیتر آب یعنی 250 سی‌سی، 250 سی‌سی آب 3000 تومان. واقعا دم این نظام گرم، دستتون دردم نکنه، خیلی دارید تلاش میکنید. راه های ارتباطی ما رو هم که میدونین، در زیر صفحه میتونین ببینین. همیشه پیام های صوتی و تصویری خودتون رو از طریق واتساپ، تلگرام و سیگنال به شماره زیر صفحه میتونین ارسال کنین. بریم پیش پویا و ادامه برنامه.